ملخ. من قشنگ با این اسمایی که دارم میبینم میتونم قیافه بچه ها رو تجسم کنم که به دنیا اومده. مثلا اون پدر و مادر چی دیدن که اسم بچهشون رو گذاشتن ملخ؟ مثلا یه چیز اینجوری به دنیا اومده، نازو کج و کله، گفتن خب این ملخ بهش میاد دیگه. هم ملخ هم تازه اثرش زیاده. سلام بچه ها، وردیلپی هستم. تو این ویدیو میخوام خنده‌دارترین اسامی که تو ثبت احوال ثبت شده رو بهتون نشون بدم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این اسم خبرگزاریه؟ اسم سایت چیه؟ اسم خود این مشکل داره الان اینجا، ایران ناز دیگه چی هستن؟ خلاصه این چیزایی که اینجا نوشته اینه که کسایی که اسمشون اینجور چیزاه میتونن برن عوض کنن با مجوز اسمشون. انقدر اسمو داغونه، یعنی گفته اگه اسمشون به این زاویه هم نباشه باید برن مجوز بگیرن عوض کنن دیگه. خیلی داغونه اسمو. بریم اسمو رو بخونیم ببینیم چیه داستانشون. بابا قلی، گورگاغا. گورگاغا رو بگو، کی اسم بچهشو میذاره گورگاغا؟ خیلی چه حسابی؟ بره، یعنی هرچی دورو برشون میدیدن و با هرچی سر و کار داشتن و سر و کله میزدن اسم بچه هاشون رو همونا میذاشتن. چا این مثلا پیش خودش داشته فکر میکرده که زنگ گرفتم افتادم تو چاله، بچه دار که شده گفته خب از چاله در اومدم افتادم تو چاه دیگه. الان آرشیف، این احتمالا عکاس بوده باباش یا مامانش، معلوم نیست حالا همه اسما رو بابا انتخاب کرده باشن. آسیب، این بنده خودم که به دنیا اومده احتمالا یه ضربه خیلی شدید زده به خانواده، اسمشو گذاشتن آسیب. اجباری، اینو دیگه واقعا نمیتونم حرفی راجبش بزنم، کاملا از اسم بچه مشخصه که چی بوده داستانش. اخی، آخی، چیه این؟ هرچی که هست مربوط به یه بچه کوچولو موچولو گوگولی مگولی بوده. احتمالا به دنیا که اومده گفتم آخی آخی. آره چه اسم خوبی، اصلا اسمشو میذاریم آخی. اهریمن هم یه فرزند شیطانی بوده احتمالا که به دنیا اومده، خیلی قیافه و فیس خبیثی داشته احتمالا. بیابانی، اینم باز یه جورایی مشخصی که داستان به دنیا اومدن بچه چی بوده، همینجوری تو بیابون میابون و کنار خیابون و اینا بوده دیگه احتمالا. ملخ، من قشنگ با این اسمایی که دارم میبینم میتونم قیافه بچه ها رو تجسم کنم که به دنیا اومده. مثلا اون پدر و مادر چی دیدن که اسم بچهشون رو گذاشتن ملخ؟ مثلا یه چیز اینجوری به دنیا اومده، نازو کج و کله، گفتن خب این ملخ بهش میاد دیگه. هم ملخ هم تازه اثرش زیاده. فضا، اینو نظر خاصی راجبش ندارم ولی باباش احتمالا یه کارایی میکرده. شفتالو، شفتالو رو بگو. شفتالو دیگه واقعا راه نداره اصلا. آخه یعنی چی اسم میوه رو میذاشتن بچه هاشون؟ و چه میوه ای اونم شفتالو؟ شربت، شربت رو هنوزم فکر کنم داریم، شنیدم من جایی تو تلویزیون شربت خانوم بوده اسم یارو. ولی این اسمایی که الان اینجا هست برای پسر هاست، نمیدونم تو اسم پسر رو چیکار میکرده. قطار، قطار احتمالا بچه بلندی بوده. قطاری برمیگرده دیگه به نحوه به وجود اومدن بچه، من اینجوری احساس میکنم. قسمت، اینم دیگه بچه که داشته به دنیا میومده گفته خدا قسمت بوده دیگه، ما که نمیخواستیم حالا ولی قسمتمون شده دیگه. قسمت چه اسم قشنگی، اسمشو میذاریم قسمت. قربانی، این اسمو دیدم اصلا دلم واسه اون بچه سوخت واقعا همین الان، یعنی باز در مورد این اسمم نمیتونم حرف خاصی بزنم چون کاملا خودش گویای همه چیز هست. کابوس، این مثل این که یا خود بچه خیلی ترسناک بوده یا داستانایی که اتفاق افتاده و این بچه به وجود اومده خیلی ترسناک بوده و شده کابوس زندگی این خانواده. گشنه، این خیلی قشنگه، این اسم کلی محتوا و معنی توشه، یعنی دقیقاً بچه که داشته به دنیا می اومده بابای گفته ای بابا یه نونخور اضافه هم بهمون اضافه شد گشنه. چیه این آخه به دنیا اومد؟ نمیخوام اصلا من اینو. بشم، آها، اینجا در طول یه فرایندی من احساس میکنم که سوالیه این اسم، بیشتر سوال پرسیده اون پدر، بیشتر اینجوری احساس میکنم که یه علامت سوال جلوی این اسم خالیه. بهداشت، این فوق‌العاده است واقعا، اسم پسرتو بذاری بهداشت. اینا احتمالا فامیلیشون هم ترتمیز بوده، بهداشت ترتمیز. چرا؟ باز یه ذره مثلا اینا این بچه که داشته به دنیا می اومده خوشحال بودن، گفتن یه نوری به زندگیمون تابیده شد، زندگیمون نورانی شد، روشن شد اصلا این به دنیا اومد. چیتر، خب این دیگه خیلی باحاله اسمش، این احتمالاً باباش گیمر بوده، بعد از اونجایی هم که دلش نمیخواسته اصلا این بچه به دنیا بیاد گفته این یه کاری کرده داره به دنیا میاد، الان این یه داستانی توش هست، چیت زده این داره به دنیا میاد، اسمشو میذارم چیتر تا آخر عمرش همراهش باشه این حرکتی که کرده. زنگی،
اینم احتمالا مثلا رنگ بچه یه ایرادی داشته، یه رنگ خاصی مثلا نارنجی تورینا بوده، گفتن این زنگیه، اصلا زنگ زده، پوسیده بچه، به درد نمیخوره. باز اینم شوجر، شوجر، این اسمو احتمالا مادر بچه انتخاب کرده دیگه، این اسمو گذاشته روش که همیشه یادش بیفته از کجا اومده این بچه. این یه ربطی به شوگر و اینا داره قضیهش. علاقه، اینا احتمالا خیلی بچه و اینا دوست داشتن دیگه. غم، اینا اصلا بچه دوست نداشتن. غارت، اینا هم پیش خودشون احتمالا داشتن فکر میکردن این الان میاد زندگیمونو غارت میکنه دیگه، از بین میبره اصلا همه چیو. فرار، این اسم حرکتیه که پدر بچه بعد از اینکه متوجه شده زده، این اسمو به خاطر این گذاشتن روش. فراموش، احتمالا باز یه چیزی رو یادشون رفته بوده که این بچه به دنیا اومده. گمان، یه شک و شبهه‌ای واسه به دنیا اومدن این بوده. این اسما تمامشون معنی و مفهوم توشه، دلیل داره، علکی نیست که اینا این اسما رو گذاشتن. مثلا یکیشون داشته میگفته گمان کنم یه اتفاقای افتاد، اون داشته میگفته گمان نکنم. لشکر، این انگار حوصله یه حرکت دست جمعی بوده بنده خدا. خب میگه که برخی از این اسامی تو ثبت احوال ثبت شدن، ولی بالاتر نوشته بود که همشون ثبت شدن و هر کی که اسمش جزو اینا هست میتونه بیاد با مجوز اسمش رو عوض کنه راحت. چه دست این اسم آخه چیه؟ بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. این اسامی که الان واسهتون خوندم فقط اسامی پسرا بود. اگه دوست داشتید که اسامی دخترا رو هم بخونم و توضیح بدم راجبش واسهتون، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. پارت 2 این ویدیو رو هم میسازم. و لطفا اگه جدیدن وارد کانال من شدید و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما حتما منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما با خبر بشید. و در آخر اگه از ویدیو و گیم پلی ها و ریاکت ها و کل کاری که تو این کانال دارم انجام میدم خوشتون اومد، حتما حتما ویدیو رو لایک بکنید. با این کار حمایت بزرگی از من میکنید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.